پاکتر خواتی تا آماده شدن ایشانش من سواد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين الرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم بعد، قال الحسين عليه السلام: من علائم العالم نقده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. شب گذشته لحظاتی که مصدع شما بودم در نحوه مواجهه ما و شما با دین، نکات را به عرض رساندم و عرض کردیم که چندین مواجهه با دین ما در عصر کنونی داریم، اگرچه اینها سابقه ندارد. در طول تاریخ بشریت با هر یک از ادیان چنین مواجهه و برخورد صورت گرفته است و امروز هم از جمله در جامعه خود ما و شما یک عده دین ستیز هستند و با دین زدیت و مخالفت از خود نشان می دهند و در پی حذف دین و نهاد دین و یا ارزش های دینی از جامعه هستند. یک عده دیگری دین گریز هستند، یعنی خودشان به دین اعتقاد ندارند ولی مزاحم دینداران هم نیستند. میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ولی ما به این دین اعتقاد نداریم، ما کاریم نداریم به دیگران. طیف سوم را هواداران دین تشکیل می‌دهد که عرض کردم این هواداران دین هم خود به طیف‌های دو سه‌گانه تقسیم می‌شود. عده دینگرای ابزاری هستند که از دین با عنوان ابزار و وسیله منفعت جویی و سودطلبی و تأمین منافع خود دیندار هستند و این ابزارگرایان ممکن است ابزارگرایان سیاسی باشند، از دین یا ترویج دین یا آیین‌های مذهبی یا نه اشکال خاصی از دیانت ورزی و دین ورزی ممکن است که برای کسب منافع سیاسی یا رسیدن به قدرت سیاسی و یا تحکیم پایه‌های قدرت خود استفاده کنند. در طول تاریخ این گونه استفاده ها بوده است. بنی عباس وقتی علیه بنی امیه قیام کردند با تکیه به دین و با شعار دینی که رضا من آل محمد قیام کردن، ولی هیچ کدام از حکام عباسی رو شما ندیدین و نمیشناسین که اهل شراب و کباب و بیدینی نبوده باشن، ولی از همین دین و برای به نام حمایت از اهل بیت علیه امویان قیام کردن. امویان و یزیدی که خودش به سگبازی و شرابخوری معروف بود، خودتان میدانید که در جایگاه خلیفه و جانشین پیامبر خود مطرح میکرد. پدرش معاویه خود جانشین پیامبر ترقی میکرد، ولی همین یزید و معاویه هم از دین برای تحکیم قدرت خود استفاده کردند. امروز هم حکومت های دینی در گوشه گوشه جهان هست که به نام دین برگرده مردم سوار هستند، چیزی را که خودشان احساس میکنند به نفعشان است و ترویج میکنند و اما ارزش های دینی که احساس میکنن پایه های قدرت اونها را سست میکنه یا به ضررشان هست، اونها را تلاش میکنن که از بین ببرن و سد راه شون. و عرض خواهم کرد در ادامه صحبت بعضی نکات را که
مربوط میشه در واقع برای مبارزات ضد استبدادی با حکومت‌های دوتالیتر و خودکامه، ولی حکومت‌هایی که به نام دین تشکیل شده با این ارزش‌ها مبارزه میکنند. و یک تعداد دیگری هم عرض کردم که گروهی هستند که به خاطر تامین منافع اجتماعی و اقتصادی خود از دین دکان درست کردند و از دین در واقع برای تجارت خود کاسبی میکنند و یک نوع صنعتی مذهب شکل گرفته است. ما از صنعت فرهنگ در جامعه شناسی در مجموع آگاهی داریم و میدانیم که یک مبحث تحت عنوان صنعت فرهنگ امروزه در جهان شکل گرفته. این فرهنگ در گذشته به خاطر ارزش های فرهنگی و اون نرم ها مورد بحث بود، ولی امروزه یک ایده ممکن است که از فرهنگ به عنوان یک کار کاسبی و تجارت استفاده و بهره ببرند. خودتان خبر دارید که امروز چین مثلا برای مسلمان ها کفن تولید میکنه، آیت الکرسی رو در اون کفن مینویسد، پرچم های عاشورایی توسط چین چه بسا تولید شود، حتی همین زنجیرهای تجارت و امثال اینها در چین و بسیار از کشورهایی که ربط به اسلام و جهان اسلام و تشیع ندارد تولید میشد. به این معنا نیست که اونا به اینا اعتقاد دارند، برای اونا یک نوع کار کاسبی هست و بسیار از پدیده های دیگری که فعلا مجال ورود به اونها نیست. و به همین ترتیب بگیده در جهان تشیع و در دل جهان اسلام خودشان از دین دکانداری و کاسبی را انداختند. به نام تعویض نویس ما داریم، به نام دعا نویس داریم و به نام استفاده از مباحث گوناگون در ایام عاشورا و محرم که فقط کار کاسبی و در واقع بازار خود گرم کردن. ما مواردی داریم در بعضی کشورهای همسایه که مداح شرط میبندند که 35 میلیون تومان 40 میلیون تومان اول به حسابم وارث من بعد نمیاریم. مداحان مشهوری که برای مداحی در یک شب سه جا مداحی میکنن، سه تا پرواز انجام میشه از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر. علاوه بر این که تکید تیاره به عهده اهل مجلس هست، میلیون ها پیسه و پول هم به حساب مداح وارز میشه. تو مداحی که به خاطر امام حسین دیگرا را به حساب و فداکاری و کمک و امور خیریه دعوت میکنی، خود چی میشه که ده شب به خاطر حسین رضاکارانه کاری بکنی؟ خیلی جالب بود، چند شب پیش یکی از شهرهای نزدیک ما و شما دو بار به من زنگ زدن که اگر میتونی اونجا کمک زیر محدودیت هایی داشتم. بعد از جمعه اول سوالی که از همی کردن این بود که چقدر میگیری؟ مانده بودم گریه کنم یا خنده کنم. گفتم خواهش میکنم، بحث گرفتن نیست، ولی من عذر دارم، مشکل دارم، فعلا از لحاظ ترانسپورت و از لحاظ خیلی مسائل دیگه مشکلاتی دارم. به اون دوستان تشویق کردم که اگر شما میتونید در این محفل جمع شوید که هم محفل باشکوه‌تر میشه و هم انشاءالله در سالهای بعد اگر زمینه بود من خدمت شما هستم، فعلا عذر مرا بپذیرید. مسئله ای هست که عاشورا و محرم کار و کاسبی، بله من قبول دارم، همانطور که بقیه نیازمند تأمین معاش هستند، آنهایی که خدمات دینی ارائه میکنند یک روحانی یک عالم دین هم نیازمند تأمین معیشت هست و این وظیفه مردم هست که در قبال خدمات او از او سپاسگزاری بکنن و یک قدرشناسی بکنن و در خدمتش باشن. اما عیبان است که کسی به نام امام حسین و به نام ترویج دین پیشاپیش خودش نرخ خود تعیین کنه که اگر این مقدار به ما دادن خوب، اگر ندادن ما در اون مجلس دیگه میرم که یک مبلغ بیشتری به ما میدهد. این فاجعه است و چنین انسانی چطور بر زبانش جاری میشود که از ارزش‌های انسانی، از ارزش‌های دینی و از ارزش‌های کربلا و عاشورا باز برای مردم سخن بگوید و دیگران را به کار خیر دعوت بکند، در حالی که خودش به دنبال تأمین معاش و از محرم به دنبال کاسبی هست. و بسیاری از کاسبی‌های دیگری که من امروز نمی‌خوام وقت سر اونها تلف بکنم و فقط اشاره‌وار خدمت شما عرض کردم، در کابل کاسبی جریان داره و در بسیاری جاهای دیگر و بدعت‌های را وارد آیین‌های فاخر عاشورایی کردن که انسان نه سابقه از او در دین و فرمایشات بزرگان دینی میبینه و نه عقل و خرد انسانی را قبول میکنه، صرفا با اهداف تجاری و اهداف کاسبکارانه. و اما عرض کردم خدمت شما که دین سیاسی و ابزاری کاری که میکنه در واقع و ارزش های باطنی دین رو از ما میگیره و
و بدترین بلا برای دیانت و دینداری اخلاقی و اخلاق محور در جهان اسلام همین دین سیاسی بوده است. از زمانی که حکام سیاسی بهره‌گیری سیاسی از دین را با عنوان یک ابزار شروع کردن، فاصله و فرار مردم از دین گسترش یافتند. در یکی از کشورهای همسایه ما و شما پیش از تحکیم حکومت اسلامی آمار گرفتن میزان مشارکت جوانان در نماز جمعه، میزان صداقت و وفاداری و بسیاری از ارزش‌های دینی که در دین به او توصیه شده به مراتب بالاتر از امروز بوده به لحاظ فیصدی. امروزه به خاطر سیاست ورزان و کسانی که از دین به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنن، یخرجون من دین الله افواجا. قرآن شریف میگه برای پیامبر که با فتحی که خداوند برای تو میسر ساخت، یدخلون فی دین الله افواجا، مردم گروه گروه به دین وارد میشوند. ولی به خاطر اسلام سیاسی و به خاطر استفاده های سیاسی از اسلام امروز مردم یخرجون من دین الله افواجا. با قول های شریعتی یک سخن بسیار معقولی داره، میگه اگر چیزی را میخواید از بین ببرید به او خوب حمله نکنید، بلکه از او بد دفاع بکنید. از یک چیزی اگر بد، احمقانه، خرافاتی و ابزارگرایانه دفاع کردید و خود به خود و پدیده از بین میره. امروز بخشی در واقع بدبینی ها نسبت به دین اسلام به خاطر هواداران خود دین اسلام هست. وقتی یک نظام سیاسی جاهلانه و قبیلانه و قرون وسطایی و بعد که ما قبل قرون وسطایی مثل امارت طالبانی در افغانستان حقوق اولیه انسان ها را منکر بشن، نصف جامعه و 50% جمعیت که زنان باشد از عرصه زندگی حذف میشه، کدام خرد و کدام عقل و کدام انسان آزاده میتونه بپذیره که این دین سبب نجات و رهایی انسان هست و او دایه هایی که در این دین مطرح میشه قابل پذیرش و باور باشه. دینی که با اقرا و با تأکید بر آموزش نازل شده، اولین آیه که نازل میشه مربوطی به اجبار و واجب ساختن خواندن و نوشتن هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین آیه هست که بر پیغمبر در غار حرا نازل میشه. ولی امروز وحشیان مانند طالبان آمدن زنان را از درس خواندن محروم میکنند. در کجای قرآن کدام آیه گفته که زن نباید درس بخواند؟ یا در کدام آیه از قرآن آمده که زن و مرد در یک دانشگاه در یک سیر درس نخواند؟ یا در کدام حدیث پیغمبر آمده است؟ اگر شما در میان تمام احادیثی که شیعه و سنی نقل کرده و در میان تمام 666 آیه قرآن، 6666 آیه قرآن اگر یک آیه پیدا کردید که یک اشاره کرده باشه که زنان درس نخوانند، بسیار خوب. برعکس، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. ای ملاحبت اللهی که تو خود جانشین پیغمبر فرض میکنی، آیا این حدیث پیغمبر به گوشت نخورده که آموختن دین و دانش بر هر مرد و زن مسلمان فرض است، واجب است؟ توی واجب را چطور حرام اعلام میکنی؟ یک امر آشکار و روشن است که در مقابل پیغمبر و قرآن قرار گرفته و بازم دایه خلافت به نام دین و پیغمبر داره. همان پیغمبری که گفت اطلب العلم ولو بالسن، علم را بجوید. در زبان عربی کسانی که یک مقدار فقه و اصول خوانده باشند میفهمند که فعل امر در زبان عربی فقها بس میکنند که به معنای وجوب هست، دلالت اولیش به معنای وجوب هست، مگر اینکه قرینه ای باشد که به وجوب دلالت نکند. وقتی پیغمبر میگه اطلب العلم ولو بالسن، یعنی واجب است بر شما که به دنبال دانش بروید ولو در چین. چین از چی خاطر نام برده؟ به این خاطر که اون زمان دورترین نقطه برای حجاز و جهان عرب اون زمان بود. پیغمبر میگه حتی در چین شما برای خواندن درس واجب هست که بروید. برخی از این مولویچه ها یا مولاچه ها میگن که منظور پیغمبر از خواندن و فرض خواندن و یا نمیخوام درس خواندن در علوم دینی و درس های دینی هست. آیا مردم از حجاز برای یاد گرفتن قرآن به چین باید برن؟ پیغمبر میگه به چین برید؟ یا امروز کلی مکاتب و دانشگاه ها رو تبدیل کردن به مدارس دینی که مدارس
تعلیمات جدید ریاضی، فیزیک، علوم تکنیکی رو میگن سبب گمراهی انسان ها میشه. اینها باید اسلامی سازی شود. این پروسه اسلامی سازی در ایران همسایه ما شما 20 سال که ازش صحبت میشه معلوم نیست که تو فیزیک و ریاضی رو چی رقم بخوای اسلامی سازی کنی. کشتی سازی و کامپیوتر سازی رو چی رقم تو اسلامی سازی میکنی. آیا پیغمبر در چین شما رو برای یاد گرفتن تجوید روان میکنه؟ به خاطر یاد گرفتن حلال و حرام یا احکام روزه و نماز در چین و پکن روان میکنه پیغمبر؟ چین یک مثال است. علم برای علم آموزی رفتن به آمریکا واجبه، برای از او رفتن به اروپا واجبه، همه جا واجب هست. اما نه ملا عمر و نه هیبت الله و نه امثال او در جهان تشیع نمیفهمند که این مخالفت با تحصیل زنان و با تحصیل عمومی در کشور و در جامعه دینی برخواسته از قوانین قبیله‌ای هست. هیبت الله چنان نمیگه که پیغمبر نگفته، اما اجداد خودت با عنوان قواعد بنیانگذاران قواعد قبیله‌ای اونا گفتن شزه یا پکر که یا پگور، زن یا در گربه یا در خانه. این یک قواعد پشتونوالی هست، ربطی به دین ندارد. چرا به دین میچسبانی؟ کدام آیه قرآن گفته که زن نباید درس بکند؟ زیاد مصدق نشم. تا در جهان اسلام سکولاریسم سیاسی حاکم نشده، بدبختی ما، فلاکت ما همچنان ادامه خواهد داشت. دوستان یک توضیح مختصر خدمت شما عرض کنم. برای برخی متدینین، برای بعضی ها که خود را یک مقداری نیمچه باسواد احساس میکنن، وقتی از سکولاریسم گپ میزنیم فکر میکنن که ما کفر گفتیم یا از کفر داریم صحبت میکنیم. نه خیر، سکولاریسم به معنای الهاد نیست، به معنای بیدینی نیست. و با میگه حوزه سیاست را مربوط به حوزه عمومی سر جای خود بانید و دیانت را و دینداری را در جای خود بگذارید. هیچ کدوم با عمومی همدیگر مداخله نکند. حکومت متولی دین مردم نیست و به دین مردم نباید کار داشته باشد و حوزه خصوصی هم و از جمله دین نباید وارد عرصه سیاست بشه و الا در حام مختن این هر دوتا به ضرر هر دو هست. وقتی ملا عمر یا هیبت الله یا امثال اینها در رأس حکومت قرار میگیره، از آدرس دین آبرو و حیثیتی برای دین باقی نمیگذارد. هم دین را آلوده میکند و هم دامن سیاست آلوده میشه. همین هایی که دو تا نوجوان نامزد را به خاطر کنار هم را رفتن و به خاطر با هم بودن حکم سنگسار سرش صادر میکنه، چرا فستی سخنگوی رسمی امارت خود را که یک دختر جوان را به زور به ازدواج خود در آورده چرا اون سنگسار نمیکنی؟ خبر دارید که امروز مستند ویدیو وجود داره، عکس وجود داره، مصاحبه وجود داره، در حدود ده ها مبالغه نمی کنم، فضای مجازی رو شما چک بکنید، ده ها کلیپ، ویدیو، سند، عکس، مستند وجود دارد از دختران مظلوم و دختران بیپناه تحصیل کرده افغانستان که در دانشگاه درس می خوندن یا در اداره دولتی درس می خوندن و توسط همین وحشیان طالب بزرگ به عقدشان در آمده، بزرگ با اونها ارتباط برقرار کردن و امروز هم کسی نیست که به داد اونها برسد. چرا اینها سنگسار نمیشن؟ چرا وزیر امارت سنگسار نمیشه که دو تا نوجوانی که با رضایت خود با هم نامزد شدن شما میخواید اینها را سنگسار بکنید؟ با کدام مجوز شرعی؟ این هست پیامد دین سیاسی. اما وقتتان زیاد نگیرم، عرض کردیم که یکی از گرایش های دیگری دین محورانه و دین گرایانه دینی اخلاقی هست، دینی اخلاق مدار. چند جمله را در این قسمت خدمت شما عرض میکنم و پیوندش با پدیده ها و نهادهای مانند نهاد عاشورا و محرم که برای این مناسبت ما و شما اینجا جمع شدیم که چی بهره اخلاقی و بهره فرهنگی و اجتماعی ما میتونیم از این نهاد مراسم ها بگیریم. خب دینی اخلاقی یعنی چی؟ ببینید دوستان، هر دینی، چی اسلام، چی یهودیت، چی مسیحیت، تشکیل یافته از سه بخش است. خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم. اعتقادات، باورها یک بخش از دین را تشکیل میده که بیسی در واقع یک دین هست. دومین قلمرو احکام و شریعت هست.
و سومین عرصه عرصه اخلاق، عرصه اخلاق و عرصه احکام و شرایط هر دو عرصه بایدها و نبایدها هست. دو سه جمله در توضیح این سه بخش خدمت شما عرض کنم و بعد نتیجه گیری.